یک زندان عمودی و دختری در تلاش برای فرار از اون. گلاسیا سلام. امروز می‌خوایم با هم یه فیلم پلتفرم 2 رو ببینیم که به تازگی پخش شده و اگر ندیدید حتما قسمت قبلش رو تماشا کنید چون با هم دیگه کاملا ارتباط دارن. این بالا لینکش رو براتون می‌ذارم. نکته بعدی این که من مجبورم خیلی توی فیلم کات بزنم این یکی رو به خاطر اینکه فیلم تازه پخش شده و کپی رایتش فوق‌العاده حساسه. امیدوارم درک بکنید. بریم با هم ببینیمش. حواستون به اسپویل کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. ماجرای فیلم یه سری بچه رو در حال بازی رو سرسره‌ای که شبیه هرمه می‌بینیم. حالا مصاحبه چند نفر رو می‌بینیم که برای ورود به پلتفرم زندان عمودی که توی قسمت قبل باهاش آشنا شدیم درخواست می‌دن. یکی از اونها دختری به اسم پرامپوان و یکیشون هم مردی به اسم زامیاتین. خلاصه بگم که پرامپوان یه هنرمند بوده، تو نمایشگاهی در مورد مقابلات حیوانات با آدم‌ها مجسمه یه حیوان رو می‌سازه که ناخن‌هاش از تیغ بودن. دوست پسر پرامپوان و همراه پسرش به این نمایشگاه میان. پرامپوان نمی‌خواد حفاظی برای مجسمه بذاره تا طبیعی‌تر باشه و همین باعث میشه که پسر دوست پسرش رفع پاش لیز بخوره و تیغ بره تو سرش و از دنیا بره. از اون روزم پرامپوان خودش رو مقصر میدونسته، با اینکه همه این اتفاق باعث شده که موفقیت و شهرت پیدا بکنه. نمیتونه خودش رو ببخشه و الان هم اومده اینجا چون به زمان نیاز داره تا با زندگیش کنار بیاد. از اون طرف زامیاتین کسیه که عاشق آتیشه، به دلایلی که جلوتر میفهمیم. همسر بچه‌هاشو ول کرده و حتی یه بار می‌خواسته خونه پدر و مادرشو هم آتیش بزنه. وقتی ازش می‌پرسن درخواست غذای روزانه چیه، میگه پیتزا. اگه بهم نرسه خیلی عصبی میشم. اگه هم یارتون باشه هر کس میتونه یه وسیله به خودش به زندان ببره و زامیاتین یه فندک انتخاب می‌کنه. بالاخره روز اول ماه میرسه و پرامپوان همراه زامیاتین تو طبقه 24 این زندان قرار میگیرن. طبق معمول آسانسور جیره غذای روزانه رو راه میندازه و سراسری از طبقات بالا میاد. وقتی بهشون میرسه زامیاتین میبینه که یه نفر پیتزاشو خورده و خیلی عصبی میشه. میخواد غذاهای دیگه بخوره که مردی به اسم روبسپیر از طبقه بالا اجازه این کار رو نمیده. میگه اگه تو غذای بقیه رو بخوری، بقیه هم همین کارو میکنن و غیر ممکنه طبقات پایین چیزی گیرشون بیاد. در آخر هم تاکید میکنه که فردا به هر کسی غذای زامیاتین رو خورده رسیدگی میکنن. یه سری از اعضای زندان عضو گروهی هم به اسم وفادارها و وظیفه‌شون هم ایجاد و اجرای قانون توی این زندانه. زامیاتین هم با عصبانیت قانع میشه و پرامپوان یه خوراک غذاشو به اون میده و با هم آشنا میشن. روز اولی که میگذره از طبقات پایین خبر میدن که غذا فقط تا طبقه 44 رسیده، اونجایی که وحشی بازی در آورد و به جیره همه گند زده. روز پیر هم برای پرامپوان توضیح میده که شما نگران نباشید، اعضای گروهمون که توی دو تا طبقه بالاتر از 44 ان فردا همراه آسانسور میرن پایین و حساب اونو میرسن. همینطور از بالا هم سراغ کسی میرن که غذای زامیاتینو خورده. روز بعدی اتفاق دیگه میفته. وقت پخش غذا رسیده و آدمای وحشی طبقه 21 موفق به کشتن اعضایی میشن که سراغشون اومدن. بعدم روی صفحه میشینن تا به هیچ کس اجازه غذا خوردن ندن. زامیاتین و پرامپوان هم با شکستن تخت‌هاشون آهنی به دست میگیرن و آماده مقابله و همکاری با روبسپیر میشن. آسانسور بهشون میرسه و میبینن که همسلولی روبسپیر به خاطر غذاهایی که بالا مونده به شکل وحشتناکی میسوزه، چون نباید هیچ چیزی بعد رفتن آسانسور توی طبقات بمونه. به هر حال شروع به مبارزه با روانی که اومده پایین میکنن و در آخر هم شکستش میدن. حالا روبسپیر هم با این دو نفر توی طبقه است و بحثی بینش با زامیاتین شکل میگیره. زامیاتین میگه شما وفادارا فکر میکنید با این قانون و محدودیت ها میتونید همه چیزو درست کنید، اما آزادی همه رو دارید میگیرید. روبسپیر هم میگه آزادی این نیست که غذای همو بخوریم. بعدم توضیح میده که فردا جنازه این روانی رو با آسانسور میبره پایین تا به یه آدم برگزیده تحویلش بده. ادامه میده که مدت ها پیش یه نفر اینجا بوده که هیچ کس غیر از افراد برگزیده صداشو نمیشنیده. اسمشو گذاشتن مسیح. اون یک ماه کامل بهش غذا نرسیده و ماه بعدم همینطور، اما از گوشت پای خودش میبره تا به کسایی که طبقات پایینتر بودن غذا برسونه. روز بعدی که میرسه دیگه غذای زامیاتین دست نخورده است. بعد تمام شدنش متوجه میشه غذای کسایی که کشته شدن هم روی آسانسوره، اما روبسپیر اجازه خوردن رو بهشون نمیده. میگه من که رفتم با این، شما باید حواستون به این قضیه باشه. هیچ کسی نباید غذای افراد مرده رو بخوره، وگرنه همه اینو یاد میگیرن و دنبال کشتن هم برای سهم بیشتر غذا میافتن. قانون آخر هم اینه که اگه بخواید میتونید غذاتون رو با یکی عوض کنید، اما باید هر دوتون راضی باشید. از روز بعدی پرامپوان و زامیاتین با همین قوانین زندگی میکنن، ولی هر روز که میخوان غذای مرده های بالایی رو دور بریزن، زامیاتین نوچکی یکمش رو میخوره و پیرزن طبقه بالایی متوجه میشه. رفاقت بین زامیاتین و پرامپوان هم بیشتره. این نکته هم بگم که پرامپوان با خودش زغال آورده تا روی دیوارها نقاشی بکشه. طرحی هم که تکمیل میکنه نقاشی از همون مسیحیه که روبسپیر حرفشو زده بود. یکی از همین شبا بین زامیاتین و پرامپوان صحبتی شکل میگیره و کل برداشتمون از این مرد رو عوض میکنه. زامیاتین استاد ریاضیات بوده و خیلی هم عاشق علمه.
تو ریاضی بحثی هست که میگن رادیکال عدد منفی 1 هیچ معنایی نداره. این خیلی رو مخ زامیاتی میره و یه روز میفهمه اگه قبول کنه جواب این سوال وجود نداره، یعنی کل ریاضیات قابل شک و تردیده. انقدر رو مخش میره که کل خانواده و زندگیشو ترک میکنه. خلاصه که یک ماه از زندان گذشته و یه شب همه بیهوش میشن و توی طبقات دیگه قرار میگیرن. خبر بعد اینه که پرامپوان و زامیاتین به طبقه 180 رسیدن. از اون طرف هم اون پیرزن که زامیاتین رو دیده بود خبر اینو پخش کرده که یه مرد کچل غذای مرده ها رو میخوره و باید حواستون بهش باشه. هر از گاهی هم میبینیم که زامیاتین سرفه شدید میکنه و حال جسمش خوب نیست. روز اولشون افتضاحه. پرامپوان معتقد این قوانین دارن سیستم رو بهتر میکنن و همین لحظه است که میفهمن توی طبقه 169 همه غذاها تموم شدن. تا چند روز بعدی هر باری که آسانسور بهشون میرسه کاملا خالیه. حرف قشنگی که زامیاتین به پرامپوان میزنه اینه که ما توی طبقه 24 یاد گرفتیم به قانون احترام بذاریم. از یه جایی به بعد هیچ کس اینو یاد نگرفته و یادم نمیگیره. 333 طبقه است و غیر ممکنه پایینا چیزی بخورن. هر از گاهی هم اعضای گروه وفادارا یه سری از قانون شکنه رو نابود میکنن و جنازه‌شون رو میندازن پایین که همه دست میزنن. روز به روز حال زامیاتین بدتر میشه و غذا نخوردن اونو زمینگیر میکنه. همینجا هاست که طبقه بالاییشون به بقیه خبر میده کسی که غذای مرده ها رو میخورده، یعنی زامیاتین، توی طبقه 180. یه شب که حال این مرد همیشه بدتره بلند میشه، لب سکو وا میسه، به پرامپوان میگه این انصاف نیست که تو به خاطر اشتباه من نابود شی، فقط لطفا اگه اینجا رفتی به بچه هام سر بزن. بعدم خورشو با یه فندک میندازه پایین و آتیش میزنه. طبقات بالایی هم از این اتفاق دست میزنن و خوشحال میشن. زامیاتین در حال افتادن توی طبقات پایینتر مردی میبینه که چشمای خورشو بسته و چند تا آدم هم پشتش وایسادن. اسم این مرد داگین بابیه، کسی که میشه گفت رهبر گروه وفاداراست و همه ازش وحشت دارن. وقتی هم جنازه زامیاتین به پایینترین طبقه میرسه میبینیم یه سری آدم که شبیه زامبیا رفتار میکنن طرفش میان. روز بعد یه ماه دیگه هم تموم میشه و پرامپوان که چشماشو باز میکنه تو طبقه 51 افتاده و یه همسلولی جدیدم داره که دست چپش قطع شده. پرامپوان که از مرگ زامیاتین خیلی به هم ریخته است با بی‌حوصلگی قوانین رو برامون توضیح میده. وقتی آسانسور بهشون میرسه ظرفای غذا کثیف به هم ریختن و میفهمن که دو تا طبقات بالا چند نفر وحشی بازی در آوردن و غذاها رو خوردن. همینطور وقتی آسانسور رد میشه تو طبقه 54 هم یه نفر خیلی روانیه، کسی که ماه پیش طبقه 2 بوده و نمیذاشه هیچ کسی غذا بخوره. حالا کسی که تو طبقه 52 و 53 وظیفه نابودی اونو به عهده دارن. پرامپوان که معتقد همین روانی باعث مرگ زامیاتین شده میخواد توی این کار شریک باشه، اما بهش میگن قانون اینه که فقط دو طبقه بالایی باید سراغ اون برن و تو باید سر جات بمونی. البته که نه پرامپوان نه همسلولیش به این هشدار توجه نمیکنن. روز بعد که آسانسور میاد میله تختشون رو میشکنن و میرن روی آسانسور. مرد طبقه پایین میگه نباید این کارو میکردید، اما پرامپوان معتقده که اگه تعداد اون بیشتر باشه شانسمون برای مبارزه با اون بالاتره. از طبقات 52 و 53 هم سه نفر همراهشون میان و وقتی طبقه 54 میرسن با یه وحشی تمام عیار روبرو میشن. کسی که با چاقوی پای یکی رو زخمی میکنه به جون بقیه میفته و دو نفر هم نابود میکنه، یکی رو مجروح میکنه و وقتی میاد سراغ همسلولی پرامپوان اون بالاخره با ضربه آهن میرزتش زمین. خیلی هم عصبی و میخواد جونشو بگیره، اما طرف التماس میکنه و میگه منم مثل شما فقط میخواستم زنده بمونم. در آخر هم پرامپوان بهش رحم میکنه و طرف با آسانسور تا جایی که میتونه میره پایین تا از وفادارها دور بمونه. پرامپوان هم مبارزه همسلولیش فهمیده که قطعا بار اولی نیست که اینجاست. این شب هم توی طبقه 54 کنار پسری با سندروم دان میمونن. اون که میخوابه شروع به صحبت میکنن و همسلولیش میگه ما هیچ وقت قرار نیست از اینجا بریم بیرون. تنها راهمون فرار رو من یه نقشه‌ای دارم. ما میتونیم آخر هر ماه که همه بیهوش میشن از اینجا در بریم. مشخصه خیلی هم از علم شیمی حالیشه و میگه برای رفع اثر داروی بیهوشی باید بریم به طبقات پایین، جایی که یه سگ در حال غرق شدن رو پیدا کنیم و اونو بخوریم. از داستان خودش هم میگم میفهمیم همسلولیش یه دوره مریض بوده و این دختر برای کمک بهش غذای اضافی بهش میداده. اما یه روز داگین بابی و گروهش سر میرسن، باشون درگیر میشن و همسلولی این دختر چشمهای داگین بابی رو در میاره. اونا برای انتقام و تنبیه دست این دختر رو به شکل وحشتناکی قطع میکنن. بعدم اون مرد مریض رو میبندن به آسانسور و این دختر رو مجبور میکنن تماشا کنتش. توی طبقات خیلی پایین آدمهای گرسنه مرد بیچاره رو زنده زنده میخورن. روز بعدی که میرسه داگین بابی و اعضای رو آسانسورن. همسلولی پرامپوان وحشت دست رو میگه اگه دست داگین بابی بهم برسه جفتمون رو میکشه، چون قانون شکنی کردیم و نباید از سه طبقه بالاتر برای انتقام میومدیم اینجا. میبینیم که روانی های قانون شکنن به زیر آسانسور بستن و همینطوری دارن میبرنش پایین. راه فراری نیست و بالاخره داگین بابی بهشون میرسه. با آرامش میاد جلو و میگه شما خیلی شجاع بودید، زنجیره رو حفظ کردید، اما با قانون شکنی. نمیشه هر کی هر جوری که هاست قانون رو اجرا بکنه. نه تنها اینها، حتی کسایی که توی طبقات بالا بودن هم آوردن، چون نباید به پرامپوان اجازه میدن که بره پایین. داگین بابی میگه باید مجازات بشید. پرامپوان باید از شجاعت دست بده و همسلولیش
هم چون خطای دوم میشه باید اون یکی دستش رو نابود کنیم. وقتی هم اعتراض میکنن فریاد میزنن، مهمترین شعار خودش رو میده، اینکه ما قانون شکنها رو میکشیم تا در آینده کسی کسی رو نکشه، چون ترسی که میتونه آدما رو رام بکنه. با این حال داره یکم نرم میشه که یه رفع همون پسر سندرومی حرف میزنه، میگه اگه زندهشون بذاری فرار میکنن، دیشب بشن نقشه میریختن که اگه سگ بخورن میرن بیرون. همه به این حرف میخندن اما داگین بابی جدی میگیرتش. بعد دیگه شب و همینجا میمونن و روز بعد که آسانسور داره میاد پایین، اول از پرامپوان و بقیه قانون شکنها رو زیرش نگه میدارن و به شکل دردناکی قطع میکنن. بعدم همسلول پرامپوان رو کنار غذاها میبندن و میفرستن پایین. یه لحظه هم سکانسی از همون بچه هایی که اول فیلم بازی میکردن میبینیم. برای اینکه نوبت کی برسه با هم دیگه بحث میکنن و رو هم دیگه تلمبار میشن. روز بعدی ماه جدید شروع شده. همسلول جدید پرامپوان مردی به اسم تیریماگاسی که توی قسمت قبلی فیلم دیدیم چه اتفاقاتی براش افتاد. پس نتیجه میگیریم همه این اتفاقات مدت قبل از نسخه قبلی هست. پرامپوان که فقط یه رستش مونده مثل یه مرده بی‌حس شده و به تیریماگاسی که شب اولشه میگه سعی کن با هیچ کسی اینجا رفیق نشی. وسیله ای هم که تیریماگاسی با خودش آورده یه چاقوه. پرامپوان میگه میشه بهم قرض بدیش و اونم قبول میکنه. وقتی آسانسور میرسه پرامپوان یهو میپره وسطش، از بالا فریاد میزنه برو کنار اما گوش نمیده و در آخرم به تیریماگاسی میگه اگه غذای زیاد میخوای باهام بیا و اونم قبول میکنه. در حال حرکتشون پرامپوان توهمهای از زامیاتون کنارش میبینه و به طبقه پایین که میرسن دو نفر میخوان باهاشون بجنگن. اما پرامپوان میگه ما برای دعوا نیومدیم و هیچکدوممون تنهایی موفق نمیشیم، برای مقابله با وفادارها باید گروه تشکیل بدیم. اونا هم همراهشون میشن و همینطوری که میرن پایین اعضای جدیدی رو به عضو گروه خودشون در میارن، کسایی که معتقدن آزادیشون نباید محدود شه و باید هر چیزی که میخوان رو بخورن. وفادارهای طبقه بالا از عصبانیت داد میزنن و میگن فردا میایم سراغتون. مخالفاشون هم هی بیشتر میشن. به طبقه میرسن که پرامپوان میگه باید اینجا بمونیم و نگاهش به تابلوی نقاشی میفته که یه سگ در حال غرق شدنه، چیزی که اون همسلولیش گفته بود. شب شده میبینیم که این مخالفا دور هم جشن گرفتن، با لوازمی که هم قرض میکنن آتیش درست میکنن، گیتار میزنن و آهنگ میخونن. میرسیم به روز بعدی. گروه وفادارها همراه داگین بابی با آسانسور پایین میان و از طبقه که مخالفا شروع شدن هر چی غذا مونده رو میندازن پایین و برمیگردن روی آسانسور. مخالفا آماده مبارزن و فریاد میزنن اما وفادارها دو تا دو تا توی همه طبقات بالایشون وامیستن و وقتی آسانسور به مخالفا میرسه هیچی روش نیست. داگین بابی میگه از این به بعد هیچ غذایی بهتون نمیرسه. صبر میکنین که قشنگ خسته شید و وقتی جونی برای مبارزه ندارین اون موقع میایم سراغتون. مخالفا میگن ولی اینطوری طرفدارهای خوره که طبقات پایین موندن هم هیچی بهشون نمیرسه و داگین میگه مهم نیست. بعضی تلفات برای جنگ و هدف نهایی مهمن. اینجاست که تیریماگاسی یه نظری میده، اینکه هر روز طبقه برن پایین و طرفدارهای داگین بابی رو بخورن تا گشنه نمونن. همین کارم انجام میدن و میبینیم که پرامپوان داره از کاری که انجام میده پشیمون میشه. اون تابلوی نقاشی که پیدا کرده بودم همراه خودش میبره. چند روزی میگذره، نزدیک یک ماه شده و این بار که آسانسور میاد پایین کلی تشک کنار هم چیده شده و یه دفعه پرت میشن کنار و همه اعضای گروه وفادارها به مخالفا حمله میکنن. جنگ بیرحمانه بینشون شکل میگیره. همه سلاخی میشن و آخرین مرد بازمونده تیریماگاسی و داگین بابی که به شدت زخمی شده. پرامپوان هم آخرین زن بازمونده است. چاقوی تیریماگاسی رو میگیره و ضربه نهایی رو به داگین میزنه. جنازه ها رو میندازن پایین و وقتی همه چیز آروم شده پرامپوان به تیریماگاسی میگه یه راه برای فرار دارم اما این مرد نمیخواد باهاش بره. میگه این بهترین ماه زندگیم بود و میخوام همینطوری بگذرونم. پرامپوان یه دیگر نقاشی سعی که همراهش رو میجوه و همونجا میخوابه. سکانسی از همون بچهای در حال بازی میبینیم. مرد و زن میان سمتشون، دست کسی که روی سر همه وایساده رو میگیرن و به خودشون میبرن، انگاری پدر و مادرشن. ساعتی بعد پرامپوان به خاطر موادی که توی اون نقاشی بوده چشماشو باز میکنه. نور سبز میتابه و میبینیم که همه جنازه ها به هم وصل شدن. آخر ماه و برای جابجایی زندانیا یه حالت خلأ اینجا به وجود آوردن که به راحتی مامورها بین طبقات راه برن. پرامپوان توی اولین فرصت گوشه قایم میشه و اینجا همون پسر که بین بچه ها بود رو بستنش. میخواد فرار کنه اما یه چیزی جلوش رو میگیره. برای جبران بزرگترین اشتباه زندگیش تصمیم میگیره این پسر رو هم نجات بده، اما همین که بغلش میکنه به خاطر خلأ به اطراف برخورد میکنه و سرش به شدت آسیب میبینه. تا به خودش میاد زمان فرار تمام شده و جاذبه برگشته. زمان پخش غذا و پسر هنوز بیهوشه که آسانسور خالی بهشون میرسه. پرامپوان همراه پسر روی آسانسور میشینن و به پایینترین طبقه میرن، جایی که لحظاتی بعد میبینن یه سری آدم که شبیه زامبیان میان سمتشون. پرامپوان ترسیده اما اونا نمیخوان بهشون آسیبی برسونن، فقط دستشو میگیرن و میگن تو پیغامتو رسوندی، آسانسور اگه داخلش باشی راه نمیافته. همین که ازش فاصله میگیره آسانسور پسر رو با خودش میبره بالا. سکانس آخر فیلم پرامپوان با گئورگ شخصیت قسمت قبل
قبلی فیلم روبرو میشه. ازش میپرسه تو اینجا دیگه چیکار میکنی و انگاری مدت هاست همون میشناسن. همو تو آغوش میگیرن و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. پلتفرم دو یه مقداری عجیب تر از قسمت قبلیه و برای همین باید زیاد در موردش صحبت بکنیم. اول از همه بگم اون پسری که دیدیه زن و مردی من دستشو گرفتن، اگه دقت بکنید اون زن رو توی قسمت قبلی فیلم دیده بودیم. همون کسی بودش که همیشه با آسانسور میرفت پایین و میگفت که دنبال بچهش میگرده، ولی یه نفر گفته بود که اصلا اون بچه نداره، کلا دروغ میگفته. اما خب اینجا متوجه میشیم که در واقع بچه داشته و به هر شکلی که بوده اون بچه وارد آسانسور شده و برای اینکه اونو نجاتش بده برمیگره توی پلتفرم خودش. حالا شاید خودش جزوی از همین سیستم بوده و مثلا یه پسرم خواسته فدا بکنه برای هدفهاش، ولی به هر حال در نهایت فهمیده کارش اشتباهه و دیدیم که توی پلتفرم 1 همیشه دنبال اون پسره میگشته. نکته بعدی فواصل زمانی بین قسمت اول و دومه. ما وقتی تریماگاسیو میبینیم متوجه میشیم که قطعا قضیه قبل از اونه و اگه دقت کرده باشی توی پلتفرم 1 تریماگاسی که با شخصیت اصلی یعنی گئورگ روبرو میشد میگفت این نمیدونم هفتمین یا هشتمین ماهیه که اینجاست و هیچ وقت هم شب اولی که اینجا بوده یادش نمیره، چون ماه اولش واقعا براش خفن و ترسناک بود. از اون طرف هم خب ما میگیم که نزدیک 7 8 ماه بینشون فاصله زمانی داره، پس چرا وقتی که برامپاون توی طبقه آخر رسیدش با گئورگ روبرو شد و همو تو آغوش گرفتن؟ اولا که اینجا متوجه شدیم در اصل گئورگ همون دوست پسر برامپاون بوده که پسرش رو دست داده. ما توی قسمت قبلی با گذشته گئورگ آشنا نشدیم، اما اینجا از روش آشناییش و روبرو شدنشون متوجه میشیم که گئورگ هم اثر قضیه پسرش واقعا به هم ریخته بود و برای همین اومده توی آسانسور و خب با برامپاون روبرو میشن. اینکه چطوری بعد از 6 7 ماه انگاری با فاصله زمانی یهو همدیگه رو تو آغوش گرفتن دو تا معنی میتونه داشته باشه. یکی اینکه اون سکانس روبرو شدنشون برای همون 7 8 ماه برای که گئورگ خودش رو طبقه پایین میرسونه و انگاری اونجا تازه همدیگه رو میبینن، حالا این دختر خوب بوده و با همدیگه روبرو میشن. معنی دومش اینه که اصلا طبقه پایین برای کسایی که از دنیا رفتن، برای همین هم هستی که هر دوشون وقتی به اونجا رسیدن توهم های از همسلولی های خودشون که نابود شدن رو میبینن. طبقه پایین یه معنا از دنیای بعد از مرگ و تمام کسانی که برای تغییر این سیستمه، برای اینکه بتونن اون بچه ها رو به طبقات بالا برسونن تلاش میکنن، در نهایت توی اینجا میافتن و جونشون رو از دست میدن. برای همین هم همشون کنار هم دیگن و خب میدونیم توی دنیای پس از مرگ چیزی به اسم زمان معنا نداره. برای همین هم است که گئورگ میتونه با پرامپاون روبرو بشه. نکته بعدی که توی قسمت قبلی فیلمم هم گفته بودم اصلا همین محتوای رسوندن اون پسره به طبقه پایینه، یعنی بعد از 333. دلیل اصلی این کار رسوندن یک پیغامی به همون طبقات رادیکالی اول کسایی که اصلا این سیستمو طراحی کردن، آشپزان، چون میدونیم که آسانسور مستقیم به آشپزخونه میرسه و میخوان با این کار یه چیزی رو بهشون بفهمونن. تمام اونا فکر میکنن که این زندان صرفا برای افراد بزرگساله، ولی اگر بدونن که یه پسری با سن کم توی این قرار گرفته پس میفهمن باورهاشون اشتباهه و قطعا چیزهای غلطی رو بهشون گفتن و اون موقع شاید برای تغییر یه اقدامی بکنن. هدف اصلیشون برای رسیدن به اون پایین رسوندن همین پیغام است، پیغامی برای تغییر دادن این سیستم. چیز بعدی که باید در موردش صحبت بکنیم شباهت زیاد داستان این زندان و ارتباطش با مسیحه. ما توی فیلم علنا میبینیم که اصلا یه شخصیتی به اسم مسیحو دارن که میگن از گوشت خودش به بقیه میداده. این همون چیزیه که توی شام آخر ما میدونیم که از غذای خودش به بقیه میداده و حتی اگه دقت بکنید یکی از سکانس‌های فیلم دقیقاً شبیه همون شام آخره که تمام مخالفا دور هم دیگه جمع شدن و اگه بازم بیشتر دقت بکنید تعداد اونا نسبت به نقاشی شام آخر یه دونه کمه. این در حالیه که اون طرف آسانسور میبینیم پرامپوان نشسته، یعنی در واقع نقش یهودا یا همون جودا رو داره که به مسیح خیانت کرده بود. مسیحی که برای وفادارا خیلی مقدس بوده، ولی خب به نظر این دختر چیز الکیه به خاطر اینکه خیلی هدفهای بالاتری توی زندگیش داره. در آخر بگم که پلتفرم 2 واقعا تونست یکی از پریکوئل های خفن سینما بشه. پریکوئل به فیلم های میان که بعد از نسخه اصلی میاد ولی داستانش برای قبل از اونه، برای همین اینم یه پریکوئل حساب میشه. خیلی به نظر تونست ادای احترام خوبی به نسخه 1 بکنه، محتوای خفنی داره، کاملا این فیلم دیالوگ محور، برای همین حتما ببینیدش. من خیلی دیالوگ ها رو نذاشتم ولی بعضی از حرفا واقعا مو به تنتون سیخ میکنه، به خاطر اینکه فوق العاده قشنگ میاد یه جامعه آرمانی رو به نمایش میذاره و جنگ هایی که بین طبقات مختلفش به وجود میاد. توی همین پلتفرم ما میبینیم که وفادارها انگاری روی رأس این چرخ قرار گرفتن، توی رأس این هرمن. وسطش همین کسایی هستن که مثل پرامپانن و یه جایی خسته میشن، پایین پایینش هم کسایی هستن که جزو همون وفادارن ولی به هر حال دارن آسیب میبینن.
و میبینیم که توی این فیلم وقتی بین این طبقات بالا و وسط جنگ شکل میگیره، اون پایینی اصلا بهشون هیچ توجهی نمیشه، چیزی که توی واقعیت هم اتفاق میفته و همیشه جنگ بین قشر مرفه، قشر اول و قشر وسط بوده. هیچ کس به اون پایینی توجه نمیکنه که چه بلاهایی داره سرشون میاد. این در حالیه که وقتی به طبقه پایین پایین میرسیم، اگه تئوری زنده بودن اونها درست باشه، میتونیم بگیم که اونها از تمام طبقات دیگه متمدن‌تر بودن، چون وقتی که با اون همه گشنگیشون یه آدم تازه و یه پسر رو دیدن، حتی طرفشون نرفتن و فقط منم کمکشون کردن. حالا شما بگید به نظرتون اگر سیستمی که وفادارها درست کردن، یعنی هر کسی فقط غذای خودش رو بخوره رو انجام میدن و همه بهش پابند بودن، تمام افراد سیر میشدن و همه چیز درست میشد یا نه؟ امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت و ساب یادتون نره. دوستتون دارم. روزتونم گلسی.